سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص تابعه های ماکس و مین توی اکسل با هم صحبت بکنیم این تابعه ها بیشترین و کمترین مقادی رو توی یک دامنه واسه ما برمیگردن حالا بجز ماکس و مین ما تابعه های لارج و اسمال هم داریم که میخوایم جلوتر در موردش صحبت بکنیم و توی اکسل 2019 به بعد ما ماکس ایفز و مین ایفز هم داریم که حالا جلوتر در موردشون صحبت خب تابعه ماکس و مین از همونطور که مفهومشون هم مشخص هست بیشترین و کمترین مقدار رو واسه ما برمیگردونند کافیه که ما بیایم اینجا بنویسیم ماکس و اون رنجی که میخوایم بیشترین مقدار رو توی اونجا واسه ما برگردونه رو انتخاب کنیم که مثلا اینجا این رنج هستش حالا اینجا من اگر به جای رنجم از سی C2 دو تا سی کل ستون سی رو انتخاب بکنم چطور میشه؟ ببینید تابع ماکس چیزایی که غیر عددی هست رو در نظر نمیگیره لحاظ نمیکنه اصلا این فروش و خالی ها رو لحاظ نمیکنه و تو کل ستون سی بیشترین مقدار رو برمیگردونه تابع مین هم همینطور هست مینیموم یا کمترین مقدار رو توی کل رنج برمیگردونه ببینید ما یه تابه دیگه ای به نام ماکس A و مین A هم داریم اینا چی کار میکنن؟ اینا دیگه نمیان این مقدار تکس و مقادیر خالی رو نادیده بگیرن و اگر این رو بزنه همون مقدار رو باسه ما برمیگردونا ولی مقدار تکس یا مت و مقادیر خالی رو باسه ما فالز در نظر میگیرن. برابر با صفر در نظر میگیرن. یعنی انگار اینجا صفر گذاشته وقتی ما از تابع ماکس ایس استفاده میکنیم پس من الان انتظار دارم که اگر از مین A استفاده بکنم مثل ماکس A ای هستش اینجا کمترین مقدار رو صفر باسه من برگردونه چرا؟ چون فروش و مقادیر خالی صفر هستن و الان اینجا من اینتر بکنم این صفر رو برمیگرده چرا؟ چون مین A استفاده کرد خب اینم تفاوت ماکس A و مین A با ماکس و مین یکی دیگه از کاربردی ترین تابعه های اکسر لارج و اسمال هستش اینا میان چیکار میکنن میگن آقا یه رنج به من بده چندمین بزرگترین رو میخوای لارج این کار رو میکنه مثلا اینجا من میخوام پنج فروش برترم رو جدا کنم بزرگترین یکی مونده به بزرگترین سه تا مونده به بزرگترین الا آخر یعنی الان اینجا من کافیه که تابه لارج رو اگر بنویسم بر فرض اول باید رنجم رو بدم که همون ستون سی رو انتخاب میکنم فقط مقادیر عددی رو در نظر میگیره و بعد تو آرگومانت بعدی آرگومانت دوم باید بگم چندمین بزرگترین رو میخوام اگر بگم اولین بزرگترین رو میخوام انگار دارم از تابع ماکس استفاده میکنم پس اگر یک بذارم اینجا هیچ تفاوتی با تابع ماکس نداره اما اینجا من ورودی رو به جای اینکه یک قرار بدم از سلول استفاده کردم سلول کناریش و به راحتی اومدم اینجا درک کردم و وردم پایین از این طریق اول گفته یک رو گذاشته اینجا تو تاب لارج بعد اومده دو رو گذاشته تو تاب لارج یعنی دومین بزرگترین و بعد سومین بزرگترین و بعد چهارمین بزرگترین خب میتونیم حدس بزنیم که اگر من الان چه تعداد اینجا عدد دارم 22 تا عدد دارم اگر لارج 22 رو بذارم یعنی چی؟ یعنی آخرین بزرگترین رو بخوام استخراج بکنم چی رو باید به من بده؟ باید برابر با مینیموم بشه چون میاد کوچکترین رو پیدا میکنه حالا به جای این 22 من میتونم از تابع کانت استفاده بکنم یعنی این قسمت رو کانت کنه واسه من دوباره که بگه 22 تا عدد هست و کوچکترین رو واسه من استخراج بکنم که این میشه برابر با مینیموم یا اولین اسمال یعنی اولین کوچیکترین یعنی اینجا الان تابع اسمال رو بخوام استفاده بکنم دقیقا عکس تابع لارج هستش من کافی اول توی تابع اسمال یه دونه آرایش بدم بعد بهش بگم چندمین کوچیکترین رو میخوام اگر یک بذارم اینجا یعنی اولین کوچیکترین یعنی کوچیکترین مقدار رو واسه من برگردون که دقیقا برابر با تابع مینیمم میشه چیزی که اینجا وجود داره و دقیقا مثل تابع لارج من اومدم اینجا برابر با سلول ای 6 قرار دادم و بعد رگ کردمش و وردمش پایین بنابراین الان تو اولین میگه اولین کوچکترین رو به من بده که میشه کوچکترین بعدی میشه دومین کوچکترین رو به من بده که میشه یکی مونده به آخری و بعد میشه سومین کوچکترین رو به من بده الا آخر یعنی اگر من دقیقا توی اینجا به جای تابع لارج تابع اسمال رو استفاده بکنم و کانت کنم ببینم چه تعداد عدد وجود داره بگم مثلا 22 و مین اسمال رو به من بده انتظار دارم چی رو به من بده انتظار دارم بزرگترین رو به من بده چرا چون میاد آخرین کوچکترین رو واسه من استخراج میکنه که میشه بزرگتر از من. خب اینم از تابعه لارج اسمال ببینید تو تابعه های اکسل 2019 به بعد ما یه چیزی به نام ماکس ایفس داریم الان من تا اکسلم 2016 است به خاطر ماکس ایفس رو نمیتونم استفاده کنم ولی یه چیزی به نام ماکس ایفس داریم این چی کار میکنه میاد میگه اول رنج تو انتخاب کن مثلا من میگم ستون سی چون این تاب ماکس رو نداریم من نمیتونم آرگومانتاش رو اینجا داشته باشم به خاطر همین تایپ میکنم تو 2016 اما تو 2019 ماکس ایفس بزنین میاره باستون میگه اول اون رنجی که میخوای ماکسیموم رو پیدا بکنی بگو بعد بیا شرطت رو بذار اول رنجی که میخوای شرط رو روش برقرار کنی مثلا من میخوام بگم بزرگترین ها رو فقط تو سال هشت دو... پیدا کنی یعنی ستون A اونایی که برابر هستن با سال 1398 میاد چیکار میکنه این ماکس ایفز میاد در واقع اون رنج رو میگیره بر اساس شرطی که داری میاد فیلتر میکنه و بعد ماکسیموم یعنی بیشترین مقدار رو استخراج میکنه من میتونم چندین تا شرط بذارم مثلا بگم اونایی که تو ماه مثلا 1398 هستن اون وقت چی کار میکنه میاد اول 1398 رو فیلتر میکنه بعد ماه یک رو فیلتر میکنه و بعد روی سی یعنی ستون سی ماکسیموم میگه حالا من چون اکسلم 2016 هست الان نیم ارور میده ولی تو 2019 این فرمول اضافه شده همچنین مین اضافه شده مین ایفس. یعنی من اگر اینجا مین ایفس رو برید نیستم توی اکسل 2019 دقیقا همین ورودی ها رو بدم میاد کوچکترین رو باسه من استخراج میکنه بر اساس یه فیلتری این دوتا تاب هم خیلی تاب های کاربودی هستن که به تازگی توی اکسل اضافه شدن از ورژن 2019 به بعد خب این هم میشه تابه های بیشترین و کمترین توی اکسل ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب ltd و کانال تلگرام ltd مراجعه بکنید.